عبدالله با 15 عضو خانوادهش از شهر قلعنو به هرات آواره شده است. کودکان این خانواده چند شب روز به علت صدای جنگ افزارهای سبک و سنگین در شهر قلعنو درست نخوابیدند. دری کورنیو د جنگ د پاره رالو د غزه دلته خپل د کومانو کورته د غزه مزانونه وشه ډیر وضعیت سره خراب او بل خلاص. آوارگان جنگ شهر قلعنو میگویند که خانه هایشان در جنگ ویران شدند و به فرار و آوارگی ناگزیر شدند. داسې حالت و چې بالا څوک په دې نه پیده چې کوم خواته موږ ځو. دا تنه کوچنیان ولا ایستلی دي تلاسو څخه نیولي ولا امان راغلي دي موټر ته ماشوم راغلي دي. نه دوکان پاتې دی نه چاته کور پاتې دی. هر چا تنها د خپل نفس راکشتلی راغلی دی. بالا څوک د چې زوی د پلار خبر نه دی، پلار د زوی خبر نه دی، لور د مور خبر نه ده. اوانونه و د همسایه سره کی دی خواته خواته ولي بالا دولت طالب سره ګډ وارس بالا بیخي حالت دا ایسو چې وبل نه پیدا کی چې ټوکه وبل اوچ. بر بنیاد آمارهای ریاست امور مهاجران و عودت کنندگان هرات در روزهای پسین نزدیک به 2500 خانواده از ولسوالی های هرات و بیش از 300 خانواده آواره جنگ از بادغیس به شهر هرات بیجا شدند. 2430 فامیل بیشتر از اینا از ولسوالی های اطراف هرات که بر اثر جنگ و نام میای اخیری که در حال حاضر جریان داره اینا بیجا شدن از هموطن های عزیز ما و به هرات بیجا شدن. این آوارگان جنگ در گرمای شدید هرات از اوضاع دشوار آوارگی و نبود امکانات نخستین زندگی نگران هستند. جنگ و آن بودن، مردم آواره شدن به هر طرف، هر طرف بیامدن که خانه‌ای را ماندن، مواشی ماندن، حتی نان و سایل خانه هاشان ماندن، حتی یک کمپل و نالین و خیلی خود آرستان حتی نیستن. این جایی هم بودیم که نصد پناه داریم، واقعا کمپل داریم، نه واقعا یک دیگه کاسه داریم و بچه های ما میتلاق و خود ملاق فقط به داخل یک باکسه یا به داخل یک سرای یک جوی شیشته. در روزهای پسین با اوج گرفتن نبردها و سقوط پیهم ولسوالی‌ها در حوزه غرب، هزاران تن از غیر نظامیان از ترس جنگ و خشونت‌ها از خانه‌هایشان فرار کردند و به شهر هرات آواره شدند.